چهارم ما فقدان پیمان دفاعی امنیتی با دیگر دولت‌ها و کشورها را در دهه 60 اکنون با پیوند زدن با ملت‌ها و بعضاً دولت‌ها و ایجاد قدرت‌های منطقه‌ای، قدرت‌های اعتقادی و مردم تبدیل کرده ایم. خدا رحمت کند شهید حاج قاسم سلیمانی رو. سه ماه قبل از شهادت در همین جلسه قرارگاه خاتم با فرماندهان نیروهای مسلح فرمود: عزیزان، من به پشتوانه ستاد سپاه، ستاد ارتش، ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع اکنون شش ارتش بیرون از سرزمین ایران برای شما سازماندهی کردم و کانالی به طول 1500 کیلومتر و عرض 1000 کیلومتر تا سواحل مدیترانه در درون این کانال ایجاد کردم که شش لشکر اعتقادی و مردمی در آن به سر میبرند و هر دشمنی که بخواهد با انقلاب اسلامی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بجنگد باید از این شش ارتش عبور کند و قادر نخواهد بود. یک ارتش در لبنان به نام حزب الله، یک ارتش در فلسطین اشغالی به نام حماس و جهاد اسلامی، یک ارتش در سوریه، یک ارتش در عراق به نام هشت شعبی و یک ارتش در یمن به نام انصار الله. همین امر موجب بازدارندگی برای کشور عزیز ایران شده است و عصبانیت آمریکایی های متجاوز و رژیم صهیونیستی از قدرت منطقه ایران ناشی از همین امر است که میبیند ایران، جمهوری اسلامی ایران، هر دو مؤلفه قدرت رو در اختیار دارد. یکی داشتن یک نیروی مسلح پرتوان و آماده رزم و دفاع در مقابل هر متجاوز خارجی در درون سرزمین ایران و یک قدرت منطقه‌ای در بیرون از سرزمین ایران.